ریاست کل ساعت عامه و بهداشت در مقابل قهوه‌ای که فیلتر و صاف نشده است هشدار می‌دهد. یک خبر که در مورد آن در همه جا صحبت نمی‌شود و آن را زیاد جدی نمی‌گیریم. اداره ساعت عامه درباره قهوه فیلتر نشده هشدار می‌دهد. این به این معناست که قهوه‌ای که شما در ترمزهای فشاری یا ماشین‌های قهوه‌ساز درست می‌کنید برای سلامتی توصیه نمی‌شود. به گفته مقامات بهداشتی این موضوع به بیماری‌های قلبی عروقی منتهی می‌شود. قهوه‌ساز قهوه دم شده فشاری را با سر تغذیه می‌دهد، اما این برای صحت خوب نمی‌باشد. این خوب بوی می‌دهد. این یک نمونه از قهوه‌ای است که ما را توصیه نمی‌کنید، به دلیل اینکه این حاوی روغن‌های قهوه و کافستولول می‌باشد. چربی کافه ماده‌ای فعال است که سطح کلسترول خون را افزایش می‌دهد. بله به قهوه فیلتر شده و پودر قهوه، نه به قهوه فشار داده شده، قهوه جوش داده شده، اسپرسو یا ماشین‌های کپسولی. مواد چرمی که در قهوه وجود دارد باعث افزایش کلسترول می شود. اگر ما به سطح جمعیت نگاه کنیم، صحبت از 10% می باشد. اما اگر به هر یک فرد نگاه کنیم، قهوه می تواند تا 30% کلسترول را افزایش دهد. اما ماشین های قهوه ساز در بسیاری از مشاغل همچنین باعث افزایش کلسترول می شوند. امروز این یک مشکل بزرگ در محل کار می باشد. پس این همه دستگاه قهوه ساز باید برداشته شود؟ بله، باید دستگاه قهوه ساز که فیلتر دارند جایگزین آنها شود. در دستور عمل پیشگیری از بیماری های قلبی و عروقی در مقابل قهوه فیلتر نشده هشدار داده شده است. ارتباط بین این قهوه و افزایش کلسترول وجود دارد. 2 میلیون بزرگسال نروژی دارای کلسترول بالاتری از آن چیزی که توصیه می شود هستند. اثر تقویت کلسترولی که قهوه فیلتر نشده دارد باعث می شود که کلسترول بین جمعیت هم افزایش پیدا کند. بهترین قهوه در جهان قهوه‌ای هست که با دست و با استفاده از فیلتر کاغذی درست شده باشد. قهوه فیلتر شده دوباره می تواند مد روز شود. امید است که ما کمتر از قهوه مضری که امروز پیدا می شود بنوشیم.